پوتین: غرب با تحریف تاریخ دنبال نابودی روسیه است. به نقل از خبرگزاری روسیه تاس، ولادیمیر پوتین روز جمعه در دیدار با جمعی از مورخان و شخصیت‌های مذهبی روسیه خاطر نشان کرد تحمیل ارزش‌های دروغین به مردم اوکراین توسط غرب متاسفانه منجر به نفرت آنها از روسیه و محروم شدن آنها از تاریخ واقعیشان شد. وی تصریح کرد اوکراین بعد از تجربه اتحاد جماهیر شوروی محل دخالت کشورهای غربی در امور داخلی این کشور شد و آنها همین برنامه را برای روسیه هم داشتند، اما موفق نشدند. رئیس جمهور روسیه گفت غرب دنبال از بین بردن ریشه های مردم روسیه با تحریف تاریخ آنهاست، اما این تلاش ها محکوم به شکست هستند. پوتین تاریخ روسیه را مبنای هویت ملی و شکوه و عظمت مردم روس اعلام کرد. سفر غیرمنتظره سالیوان به کیف. دریک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده به اوکراین سفر کرد. وی در کیف با آنری گرماک، رئیس ستاد مشترک ارتش، و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور اوکراین نیز اعلام کرد که سفر مشاور امنیت ملی آمریکا به کیف اشاره مهمی به حمایت واشنگتن از اوکراین دارد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که وزارت دفاع آمریکا ساعتی پیش از کمک 400 میلیون دلاری این کشور به اوکراین خبر داد. بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا، طی بسته کمک‌های جدید 45 تانک T-72 به اوکراین داده خواهد شد. همچنین در بسته کمک‌های جدید پهپادهای فونیکس و سامانه پدافند هوایی هاک نیز قرار دارد. چند روز پیش بود که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که فراهم کردن پدافند هوایی برای اوکراین همچنان اولویت نخست آمریکا به شمار می‌آید. بر اساس اعلام پنتاگون، واشنگتن به زودی دو سامانه دفاع هوایی ناسامز به اوکراین ارسال خواهد کرد. 107 نیروی نظامی روسی در نتیجه تبادل اسرا از اوکراین به مسکو بازگشتند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع فدراسیون روسیه اعلام کرد که در نتیجه مذاکرات انجام شده با مقامات کیف، روز پنجشنبه 3 نوامبر 107 تن از نیروهای نظامی روسی از خاک اوکراین به روسیه بازگردانده شدند. طبق این اطلاعات، آزاد شدگان عمدتاً افرادی هستند که در اسارت در معرض خطر مرگ قرار داشتند. یک فروند هواپیمای ترابری نظامی وزارت دفاع روسیه بامداد روز جمعه با 107 اسیر آزاد شده روسی در فرودگاه چاکلوفسکی در نزدیکی مسکو فرود آمد. نیروهای نظامی آزاد شده در مسکو قرار است ابتدا تحت درمان پزشکی و توانبخشی لازم و همچنین کمک‌های روانی لازم قرار گرفته و سپس نزد خانواده‌های خود بازگردند. پیش از این روز گذشته، دنیز پوشیلین، رئیس جمهور دونسک، اعلام کرد که مبادله اسرای جنگی بین روسیه و اوکراین بر اساس فرمول 107 در ازای 107 انجام خواهد شد. در اواخر ماه اکتبر نیز یک مورد تبادل اسرای دیگر بین روسیه و اوکراین بر اساس فرمول 50 در ازای 50 صورت گرفت. آنتونوف: قطع روابط دو جانبه روسیه و اروپا هدف خرابکاری در خطوط نورد استریم بود. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در ایالات متحده، اعلام کرد که هدف اصلی در اقدامات خرابکارانه در خطوط لوله گاز نورد استریم در نهایت شکستن روابط دو جانبه سودمند بین اروپا و روسیه در زمینه انرژی بود. به گفته وی، هدف این بود که مصرف کنندگان منطقه‌ای را به طور اساسی به سمت منابع گران قیمت، چه گاز مایع، LNG خارجی یا فناوری‌های جدید پاک سوق دهند. این دیپلمات تأکید کرد از لحاظ امنیتی حمله به یک زیرساختار منحصر به فرد بین‌المللی یک حادثه و سابقه بسیار خطرناک است. اکنون هر تأسیسات حیاتی هر کجا که باشد در معرض خطر قرار دارد. علاوه بر این، انجام چنین اقدام تروریستی پیچیده‌ای بدون مشارکت دولتی ممکن نبوده است. پیروزی جمهوری‌خواهان در کنگره یعنی قطع کمک به کیف. مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه آمریکا، با متهم کردن حزب دموکرات حاکم بر این کشور به اولویت بخشی به جنگ اوکراین به جای رسیدگی به زندگی مردم آمریکا، گفت که در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میاندوره‌ای کنگره این کشور، کمک نظامی و غیر نظامی به اوکراین قطع خواهد شد و یک سنت دیگر هم نصیب این کشور نمی‌شود. وی در این باره گفت: تنها مرزی که آنها دموکرات‌ها به آن اهمیت می‌دهند مرز اوکراین است، نه مرز جنوبی آمریکا، در حالی که کشور ما در اولویت است. انتخابات میاندوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش 435 نماینده مجلس نمایندگان، 35 سناتور، 39 فرماندار و شمار زیادی از مقامات محلی و ایالتی در سراسر آمریکا 8 نوامبر 17 آبان 1401 برگزار خواهد شد. در حالی که نظرسنجی‌ها از بخت‌های حقیقی جمهوری‌خواهان برای به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان و همچنین مجلس سنای آمریکا حکایت دارد، به نظر نمی‌رسد که سیاستمداران اوکراینی نگرانی چندانی بابت وعده و وعیدهای گرین داشته باشند.
در واقع اسویاتوسلاو یوراش عضو حزب پیشکار مردم که ریاست آن را ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر عهده دارد امروز جمعه گفت که گرین عضو برجسته و مهمی در مباحثات جمهوری خواهان محسوب نمی شود. وی مدعی شد اینکه در آمریکا راست افراطی و چپ افراطی با عقاید متفاوت وجود دارد آشکار است، زیرا آمریکا کشوری دموکراتیک است. اما تا جایی که به رویکرد غالب در هر دو حزب مربوط می شود حمایت از اوکراین کاملا شفاف و روشن است. یوراش با تاکید بر اینکه اوکراین به دنبال کمک نامحدود نیست مدعی شد که دولت کیف درباره محل هزینه کرد کمک ها بسیار شفاف بوده و از هر نوع نظارت یا اعزام هیئت برای بررسی و راستی آزمایی استفاده از کمک ها استقبال می کند. با این حال تلاش اخیر سناتور راندل پاول از ایالت کنتاکی برای گنجاندن بند نظارت در لایحه کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین تا کنون ناموفق بوده است. گرین یکی از 57 نماینده‌ای بود که با تأمین کمک 40 میلیارد دلاری برای اوکراین مخالفت کرد و گفت که تنها حدود 1/3 تسلیحات ارسالی به اوکراین در خطوط مقدم جنگ استفاده می‌شود. آماری که شبکه خبری CBS نیوز آن را تایید کرده است. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما را در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون را فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.